الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة دائمة على أعدائهم من أول يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد انشاءالله در ظرف چند دقائق مختصر عرایض خود را پیرامون علایم مؤمن که یک حدیث جالب و زیبایی از امام سجاد علیه السلام انشاءالله در خدمت شما نقل می کنم. امام سجاد علیه السلام می فرماید می گوید علامات مؤمن خمستان، علایم مؤمن پنج است. پنج علامتی دارد تا اینکه یک انسان یک شخصی را یک آقای را بشناسد که این مؤمن است. اگر این پنج خصلت و علایم در وجود این آقا باشد و به دست بیابد، اون آقا مؤمن است. همین چون رسم این گیتی همین است، در این عالم کسی که دعوای یک فن را می کند یا از اهل کار خود را حساب می کند، اون را آزمایش میشه. اگر یک آقا میگه من طبیب خوب هستم، خب در یک بیمارستان باید اون آزمایش بشه یا آزمایش کند طبیب های دیگر اون را آزمایش کند تا اینکه یک طبیب خوبه و به جامعه انشالله به دست بیاید. همینطور امام سجاد علیه السلام میفرماید هر کسی که خود را مؤمن میخواند، کسی که خود را از عاشقان آل محمد و از امت پیامبر اسلام میخواند، باید این پنج صفت، این پنج علائم در وجود اون باشه. اول اون علامتی که میگوید امام علیه السلام میفرماید الورع فی خلوته، اول صفت تقوا در تنهایی، تقوا در جمع، تقوا در حضور جمع هنر نیست. آدم جلوی مردم احتیاط می کند، اما در تنهایی شما حسن و اتاق. هنر اینه که انسان در تنهایی در اتاق از اهل تقوا باشد، ترس از خدا داشته باشد تو دل خود، نه ریاکاری در جمع مردم خود را از اهل تقویان و متقی قرار بدهد. نه، در تنهایی انسان باید این سایت های اینترنت که می باشد، فلم های نوار های موسیقی، واقعا اگر انسان خود را از اهل تقوی و خود را متقی قرار می دهد، باید در تنهایی از این چیزها دست بردارد. آدم جلوی مردم نباید احتیاط کند، آدم باید جلوی خدا احتیاط کند، باید از ترس از خدا بترسد، از قهر و غضب خدا بترسد و تقوای الهی را احتیاط کند. شخصی خدمت امام جعفر صادق علیه السلام آمد که مبتلا یک گناه جنسی بود. امام علیه السلام به او فرمود اگر یک بچه تو را نگاه کند، در مقابل باشد تو را نگاه کند، آیا تو مرتکب این کار می شوی؟ می خواهی بازهن در مقابل این بچه گناه را انجام میدهی؟ گفت نه یا ابن رسول الله. اینجا که امام جعفر صادق علیه السلام فرمود شما نمیخواید در مقابل یک بچه یک گناه را انجام بدین، چجوری در مقابل و در قبال خدایی که خالق کائنات است، اون خدایی که حاضر و ناظر است، در مقابل اون گناه را انجام میدهی؟ این از تقوا، باید این تقوا تو درونت باشه. یک علامت. دوم علامت از علایم مؤمن امام میفرمون چی هست؟ و صدقت و فی القله، صدقه دادن در نداری. یک وقت انسان یک پول دارد وضعش هم خوبه، این هم خوبه، انسان صدقه میده، این صدقه در تدفع اموات، بلاها را، مرگها را دور می کند از انسان، دور می اندازد از انسان. اما اون تقوایی که یا اون علامتی که باعث می گیرد که این بنده را در به کمال برساند و در جمع مؤمنان حساب قرار بدهد، اون همین تقوایی، همین چیزی هست که در تنگ دستی صدقه بدهد در راه خدا، در گرسنگی نان بدهد و فقرا و مساکین. همینجور که پروردگار عالم در قرآن می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یا در آیه هل اتا که در شأن آل محمد علیه السلام
نازل شده هست، اینها در تنگدستی و گرسنگی در رای خدا صدقه دادن. اینها کمال است. این است علامت از علائم مومن. و خودش می فرماید، باز آل محمد حکایتشو می کند، خدا در قرآن کریم انما نطعمکم لوجه الله، ما فقط و فقط برای رضایت خدا صدقه می دهیم. ما نان می دهیم، آب می دهیم، هر چیزی که داریم. اگر فقیر کس بیاید، حاجتمند بر در بیاید بزند، ما برای رضایت خدا صدقه می دهیم. این از در تنگ دستی انسان صدقه بدهد. سوم علامتی که از علایم مؤمن قرار گرفته، امام سجاد علیه السلام می فرماید، می گوید الثالثو الصبر عند المصیبه. صبر آنجایی که خودش را نشان می دهد، یک نفر به تو فحش می دهد و خودش را کنترل می کند، می تانی که در مقابل فحش اون بنده شما هم فحش بدهید. میدانی در مقابل ضرب و کتک اون مردم که به شما کتک میزند یا فحش میدهد یا حرفای زشت میزند، شما میتونید در مقابلش عکس و عمل را نشان بدهید. اما مقام والایی که و از علامت مؤمن قرار گرفته، اون چه؟ اون صبر است. امام میفرماید مؤمن صبر میکند در مقابل بلاها و مصیبتها و مشاکل، صبر میکنه. اونها صبر میکنند. همینه چهارمین صفتی که امام علیه السلام میفرماید، میگوید چهارمین صفتی که از علایم مؤمن است، و صدق عند الخوف. مؤمن رازگو میباشد، راست میگوید، از دروغ که حرام است اجتناب میکند. آنجایی که یک خوف هم هست، جاهایی که انسان باید دروغ بگوید، اون جاهای استثنائیه، اونا استثناء شده هست، اون موارد ما حرف نمیزنیم. اما این جایی که امام میفرماید، در جایی که خواب باشد میتواند این مؤمن دروغ بگوید، اما نمیگوید، راست میگوید، اگرچه در نفسش تمام نمیشه، هم مؤمن راست میگوید. این هم صفت و علامت مؤمن است. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید چه کس حدیث غدیر را به یاد دارد؟ روز از روزها به همه اصحاب پیامبر اسلام فرمود چه کس حدیث غدیر را به یاد دارد؟ بعضها در غدیر حضور داشتند، سرش را پایین انداختند. امیرالمؤمنین نگاه کرد، یکی از اینها انس بن مالک بود. فرمود انس، تو که در غدیر حاضر بودی، چرا سرت را پایین انداختی؟ گفت آقا یادم رفته، حادثه غدیر را فراموش کردم، چون به نفعش نبود دروغ گفت. فرمود اگر دروغ میگویید، امیدوارم برای عظیم بلای مبتلا شه، بلای بر سرت خواهد آمد، بس اجتناب کن از دروغ. به انس میگوید امیرالمؤمنین علیه السلام. این چهارمین علامت است که صدق عند الخوف، راست میگوید مؤمن، کل جبل راسخ، بادهای تلاطم نمیتواند مؤمن را از جای خود تکان بدهد، مؤمن راست میگوید. پنجمین و آخرین صفتی که امام میفرماید، والحلم عند الغضب، بردباری در عصبانیت، در عصبانیت کاظم الغیظ می باشد مؤمن، در بردباری و صاحب طبیعت آرام و آرامش می باشد مؤمن. این از پنج علائم. دعاگو هستیم که خداوند متعال ما همه ما را از عاشقان اسلام و از مؤمنین اسلام قرار بدهد. اللهم صل على محمد.